یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران چند ملاقات داشت و البته بازدیدی، ولی به نظر میرسه که مهمترین برنامه او حضور در کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس بود. البته در مورد سفر آقای آمانو از دیروز در رسانه ها تحلیل ها و تفسیرهای مختلفی شده بود، به خصوص ابهام در مورد مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای و بازدید از برخی مراکز. به همین منظور و برای روشن شدن این ابهامات دعوت کردیم از سخنگوی کمیسیون برجام مجلس جناب آقای دکتر نقوی حسینی در استودیو گفتگو ویژه خبری. خوش آمدید آقای دکتر. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم. خواهش من. با توجه به اینکه آخرین برنامه آقای آمانو بازدید از سایت پارچین بود که عصر امروز صورت گرفت، از آقای دکتر کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی دعوت کردیم که به صورت تلفنی در خدمت ایشون باشیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. آقای دکتر کمالوندی، بازدید آقای آمانو از سایت پارچین به دعوت سازمان انرژی اتمی بود و از پیش هماهنگ شده بود یا به درخواست آقای آمانو انجام شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که می‌دونید ما امروز یه برنامه بسیار مفصلی داشتیم. از صبح آقای آمانو دیداره مفصلی داشتن با این دوستان، یا آقای ظریف، آقای رئیس جمهور، همچنین کمیسیون برجام رفتن. مطالب و مسئله زیادی در رابطه با نقشه راه مطرح شد، از جمله موضوعاتی که مدام مطرح میشه اتهاماتی هستش که در رابطه با سایت پارچین زده میشه. خب از فرصت استفاده شد و با دعوت از ایشون اون بخشایی از سایت ها و بخشایی از پارچین و از اون مناطقی که نزدیک به سد هست، جادهی که نشست کرده در نتیجه سیلاب هایی که در گذشته بوده، ماشینالاتی در اونجا بودن، وضعیت منفی شده بود که ایران داره در اونجا تغییراتی انجام میده. خب یه بازدید تشریفاتی برای شخص ایشون داره دیده شد و ایشون رفتن از نزدیک دیدن و از شرط که خب حالا عدفه قضاوتشون هم باید بعدم بگم، ولی فکر میکنم که اقدام موثر خوبی بود برای خونسرد کردن تبلیغاتی که در این زمینه برپا شده بود ظرف چند سال گذشته. بخش عمده ای از اجرای برجام به ایفای نقش آژانس برمیگرده، پس نقش آژانس خیلی خیلی مهم هست و با توجه به سوابق فعالیت ما با و آژانس که حالا شاید در بخش‌های بعدی من پیرامونش صحبت بکنم، لازم بود که ما دیدگاه‌های آقای آمانو رو بدونیم، نقطه نظرات خودمون رو مطرح بکنیم، نگرانی‌های اعضای کمیسیون رو از این همکاری‌ها در حال حاضر و در آینده مطرح بکنیم، ببینیم آیا آژانس تمهیداتی رو پیش بینی کرده که دیگه مشکلات گذشته پیش نیاد، اختلافات گذشته رخ نده، مناقشات قبلی دوباره تکرار نشه. سوال کردید چه پاسخی؟ بله توضیح دادیم، حالا هر محوری رو که لازم هست من پیرامونش توضیح میدم. بخوام بدونم یعنی چون کمیسیون به خواسته خودش رسید از صحبت؟ بله بله، در اغلب محورهایی که صحبت شد ایشون خیلی بی پرده صحبت کردن، کاملا مفصل توضیح دادن. اونجایی که مسئولیتی باید بپذیرن پذیرفتن مسئولیتشو، اونجایی که مسئولیتی به عهده اونها نبوده کاملا توضیح دادن که اینجا مسئولیت به عهده ما نبوده و با نگاه بسیار مثبت به موضوع نگاه میکردن. یعنی ما اعتماد آژانس و اعتماد ما خودمون اعتماد پیدا کردیم به روی کرده آژانس؟ ما هنوز وارد اقدامات نشدیم که بگیم اعتماد پیدا کردیم، اینا همه در مرحله در ولی از گفته ها و صحبت های آقای آمانو شما نگاه کاملا مثبت هست. نگاه اینه که همونجور که آقای کمالوندی هم اشاره کردن، طبق فرمایش ایشون این بود که ما تا آخر سال میلادی امسال همه اختلافاتمون رو، اختلافات آژانس با ایران رو حل میکنیم و پرونده های گذشته رو میبندیم. خب این خیلی به هر حال نوید بزرگی است، امیدوارم که این اتفاق بیفته، چون ما مسائلی با آژانس داریم که 14 سال حل نشده، علارغم اینکه ما همه اقدامات خودمون رو انجام دادیم. مثلا یکی از نکاتی که از ایشون سوال شد این بود که خب موضوعی با اطلاعاتی که یک گروه تروریستی
یعنی گروهک منافقین که بیش از چند هزار شهید فقط در کشور ما توسط این گروه تروریستی افراد ترور شدن و به شهادت رسیدن، یه اخباری رو منتشر کرده 14 سال قبل. خب این اخبار منتشر شده از سوی یک گروه تروریستی که نه موثقه، نه مستنده، نه جایگاه قانونی داره، نه جایگاه حقوقی داره، این مستمسک آژانس قرار گرفته و 14 سال ما سر این موضوع، یا حالا کمتر از 14 سال ما سر این موضوع داریم مناقشه داریم با آژانس. خب چرا باید اینطوری باشه؟ و مراحل مختلف رو برای حلش طی کردیم. ما در یه مرحله‌ای به سوالات سوال‌های آژانس پاسخ دادیم، آژانس قانع نشد، بعد رو آورد آژانس به سوالات یک پکیجی، یعنی چند تا سوال با هم مطرح کرد، جمهوری اسلامی ایران به این سوالات پاسخ داد. مثلا در یه مرحله یه پکیج 6 سوالی رو مطرح کرد، جمهوری اسلامی ایران به تک تک این سوالها پاسخ داد به این شرط که ما سوال اول رو به این شرط پاسخ میدیم میریم سوال دوم، که آژانس رسما اعلام کنه ما از جواب سوال اول قانع شدیم. آژانس پذیرفت، ما به سوال اول جواب دادیم، آژانس رسما اعلام کرد ما قانع شدیم. رفتیم سوال دوم، سوال دوم رو جواب دادیم، رسما آژانس اعلام کرد که ما قانع شدیم. رفتیم سوال سوم، چهارم، پنجم، ششم، هر شش سوال رو پاسخ دادیم، ولی باز بیانیه آژانس همون حرفای قبلی رو تکرار کرد. خب اخیراً دوباره یک مجموعه 20 سوالی رو مطرح کردن، باز اخیراً دوباره یک مجموعه دیگری از سوالات رو مطرح کردن که آقای کمال‌بندی اشاره کردن. خب ما عرض کردیم که بالاخره اینجوری که نمیشه. خب ما هی به سوالات پاسخ میدیم مستند با شواهد با مدارک، شما کی میخواید پرونده بسته بشه؟ الان در این مرحله شما فکر میکنید که تا اون ضرب العجل تعیین شده میشه اعتماد کرد و این ابهامات پایان داده میشه؟ بله فکر میکنم نگاهی که آمانو مطرح میکرد و عزم آژانس رو از جانب خودش بر این باور مطرح میکرد که ما حتما تا پایان سال میلادی این پرونده ها رو میبندیم و این اختلافات رو حل میکنیم، فکر میکنم عزمشون همین باشه. چون اگر بنا باشه این سوالات باقی بمونه که خب برجام هم با مشکلات روبرو میشه. بالاخره ما میخوایم اعتماد سازی بکنیم، اگر قرار باشه ما اقداماتمون رو بکنیم، تعهداتمون رو انجام بدیم، بازم طرف مقابل اعلام عدم اعتماد بکنه، که پس همکاری معنا پیدا نمیکنه. آقای دکتر، امروز بعد از ظهر، امروز عصر در واقع بعد از کمیسیون برجام، آقای آمانو به پارچین رفت، در حالی که اگر اجازه بدید چون میخواد برید از کمیسیون بیرون، یکی دو تا نکته دیگه مهم هست که باید مطرح بکنم. بگید بعد من بله. یکی از نکاتی که حساسیت زیاد اعضای کمیسیون رو نسبت به موضوع نشون میداد و به قول خود آمانو گفت که این در بیانات همه شماها بود، این بود که بالاخره آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای یک نهاد بین المللی است، ما عضو رسمی آژانس هستیم، ما بیش از 40 سال عضو آژانس هستیم و به تعهداتمون عمل کردیم. خب ما آژانس رو یک محل امن میدونیم، محلی که اسرار کشورها رو حفظ میکنه، امنیت اطلاعات کشورها رو حفظ میکنه. خب اعضا نسبت به این موضوع واقعا معترض بودن که چرا باید اطلاعات ما از آژانس خارج بشه، چرا باید اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ما از آژانس خارج بشه که بعد هزینه جانی داشته باشیم، شهدایی رو در زمینه تقدیم بکنیم. آقای آمانو اظهار کرد که من اطمینان میدم که خروج اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای شما از آژانس نبوده، و اگر جمهوری اسلامی ایران سندی داره مبنی بر اینکه آژانس این اطلاعات رو در اختیار کسی داده یا از افرادی در داخل آژانس این اطلاعات بیرون رفته، به ما اعلام کنه، این اسناد اعلام کنه، ما پیگیری میکنیم، مجازات میکنیم، برخورد میکنیم. ولی ایشون اعتقاد داشت که خب کانال‌های دیگری برای خروج اطلاعات وجود داره، صرفاً اطلاعات در اختیار آژانس نیست. اما قطعاً بدانید که آژانس در این زمینه موجب خروج اطلاعات نشده. ولی اگر جمهوری اسلامی سندی داره که اثبات میکنه این اطلاعات از آژانس خارج شده، حتماً در اختیار ما بگذاره. این اطمینان قلبی رو هم داد از طرف خودش، آژانس و کارکنانش، که آژانس محل امن اسرار شماست، محل امنی برای اطلاعات نظامی شماست، و مطمئن باشید که از چارچوب آژانس هیچ اطلاعاتی از آژانس خارج نخواهد شد، و این اطمینان رو به جمهوری اسلامی ایران میدهیم.
درسته. در مورد حالا که در کمیسیون برجام موضوع رو پیگیری میکنیم، در مورد مصاحبه با دانشمندان شما استنتاجی که کردید از صحبت‌های آقای آمانو به چه نتیجه‌ای رسیدید؟ آیا قرار هست که این اتفاق بیفته یا پروندهش به طور کلی بسته شده؟ مصاحبه با دانشمندان هست؟ مصاحبه با دانشمندان یه زمانی در قالب بازجویی و گفتگو و اینها مطرح بود که خب اون خط قرمز ما بود، ما به شما اجازه نمیدیم هیچ کس با دانشمندان هسته‌ای ما، از دانشمندان هسته‌ای ما بازجویی بخواد بکنه، اطلاعات اونها رو بگیره، و همچنان این خط قرمز برای ما حفظ شده است. یعنی ما اجازه نمیدیم که کسی با دانشمندان ما وارد بازجویی و تخلیه اطلاعات و این گونه مسائل بشه. الان به چه شکل شده؟ اما اگر این رو من تعریف نمی کنم به شکلی که الان انجام شده، چون من طرف توافق و گفتگو نیستم، اما اگر نشست و گفتگو پیرامون مسائل علمی فناوری برای بازسازی و تغییر ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ما صورت می‌گیره، این که اشکالی نداره، گفتگوست. ولی اگر بنابراین باشه که کسی با دانشمندان ما صحبت بکنه، از اونا اطلاعات بخواد بگیره، این همچنان خط قرمز ما هست. درست. بریم در خصوص بازدیدی که عصر امروز آقای آمانو از پارچین داشت. سازمان انرژی اتمی همونطور که آقای کمالبندی هم اعلام کردن، یک گفتند که یک بازدید تشریفاتی بوده، البته بعداً بیانیه‌ای هم صادر کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در همراه آقای آمانو رئیس اداره پادمان‌های آژانس هم بوده. آیا به نظر شما این واقعاً تشریفاتی است یا به جهت حضور ایشون به هر حال از حالت تشریفاتی در اومده یا حالت رسمی پیدا کرده؟ ببینید، یکی از نقدهایی که امروز در کمیسیون برجام نسبت به عملکرد آژانس صورت گرفت این بود که چرا آژانس بر اساس اطلاعات غیر موثق بیانیه صادر میکنه یا اعلام موضع میکنه. مثلا یه انفجاری فرض کنیم در مریوان اتفاق افتاده، فوری آژانس اعلام میکنه که بله، جمهوری اسلامی ایران در مریوان فعالیت هسته‌ای داشته، این انفجار مربوط به موضوع هسته‌ای است. بعد خب بررسی صورت میگیره، شواهد داده میشه، مدارک داده میشه، ارزیابی صورت میگیره، میبینن اصلا موضوع مربوط به مسئله هسته‌ای نبوده. خب این مورد تعرض عزا قرار گرفت. بالاخره نمیشه که هر نوع اطلاعاتی از هر مرجع و از هر سازمانی از هر دسته و جماعتی به آژانس رسید، آژانس فوری موضوع‌گیری بکنه. بالاخره باید چک بکنه، با جمهوری اسلامی ایران موضوع رو در میون بذاره، اطلاعات بخواد، اسناد بخواد، ما اطلاعات رو بدیم، اسناد رو بدیم. اگر خلاف این اتفاق افتاده بود، خب بیانیه بده، حق داره موضوع‌گیری بکنه. یکی از مباحثی که واقعا باعث مناقشه شده بحث پارچین هست، که حالا یک سابقه تاریخی داره که نمیخوام بهش بپردازم، اما خب ما در منطقه پارچین میدونید دو سه کار بزرگ ساخت و ساز و عمرانی داریم. اونجا بزرگراه شهید بابایی داره ادامه پیدا میکنه، ده ها ماشین اونجا دارن کار میکنن. بعد ما اونجا سد ماملو رو ساختیم، خیابون قبلی به اصطلاح سد ماملو یه مقدار به آب نزدیک شده، مجبور شدن یک راه دیگری بالاتر بسازن، ده ها ماشین اونجا داره کار میکنه. خب اگر اینها باعث بشه، این اطلاعات که ده ها ماشین داره اینجا کار میکنه، رفت آمد داره صورت میگیره، اتفاقاتی داره میفته، فوری برای آژانس مسئله درست بکنه و بگن اینجا دارن کار هسته‌ای یا کار پنهان میکنن، واقعا همکاری ما رو با آژانس سخت میکنه. آژانس بعد از کانالهای رسمی خبر بگیره، گزارش بگیره، ما گزارشات رو ارسال میکنیم. اگه گزارشات با واقعیت انطباق نداشت، خب اونا باید موضع بگیرن. لذا این بازدید امروز گذاشته شد تا این اعتماد سازی صورت بگیره، خود آمانو بیاد از نزدیک ببینه تحولات و کارهایی که در اونجا صورت میگیره. فکر میکنم که ابهام حل بشه با دیداری که خود آمانو داشته از اونجا، ولی بازدید از اماکن نظامی ما به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. اونچه که در برجام و قطعنامه هم دیده شده به این شکل نیست که افراد بیان بازدید بکنن، یا شکل خاصی داره، فرمول خاصی داره، و ما اجازه نخواهیم داد که کسی از اماکن نظامی ما بازدید. پس امروز تشریفاتی بوده این دیدار. حالا دیگه بالاخره اونچه که اومده دیده روی کار هست و همه چیز رو میشه دید دیگه، اونو از ماهواره دیدم، خب بیان عیناً از نزدیک ببینن چه اتفاقاتی داره میفته. نکته دیگه‌ای که وجود داره این هست که امریکایی‌ها اعلام کردن تا
ایران آژانس رو مطمئن نکنه از فعالیت‌های خودش، تعلیق تحریم‌ها صورت نمی‌گیره، حالا یا پایان دادن به تحریم‌ها. و آقای آمانو هم که گفته تا پایان امسال یعنی سال میلادی قرار هست که به اون اعتماد به ایران برسه. فکر می‌کنید از اونجا به بعد دیگه کار آمانو تمام شده هست و این پرونده بسته میشه یا خیر؟ ببینید صراحتاً در قطعنامه 231 که برجام رو مورد تایید قرار داده، شرط لغو تحریم ها رو دو مقدمه قرار داده. مقدمه اول این که، یعنی نکته اول این که باید تعهدات ایران توسط آژانس راستی آزمایی بشود. تعهداتی که در زمینه در پیوست 5 آورده شده، بندهای 15.1 تا 15.11 که البته هر 11 موردی که عرض کردم اینا موارد کمیه، یعنی مثلا ما در توافق کردیم که در فردو 1000 تا سانتریفیوژ رو حفظ بکنیم، بقیه رو جمع آوری بکنیم. یکی از بندها اینه، یعنی آژانس میاد فردو، بازرسی میان بازدید میکنن، سانتریفیوژا رو میشمارن، 1000 تا سانتریفیوژ باید نصب شده باشه، بقیه باید جمع آوری شده باشه، 300 خورده اون هم میتونه به چرخه، گاز هم نباید بهش تزریق بشه. توافقی صورت گرفته، خب اینو بررسی میکنه، اعلام میکنه که ایران به تعهد خودش عمل کرده. مثلا در نتنز توافق کردیم که 5060 سانتریفیوژ از نوع IR1 فعال باشه. بازرسین آژانس میان سانتریفیوژا رو شمارش میکنن با توجه به آبشارهایی که داره و اعلام میکنن که بله، ایران به تعهد خودش عمل کرده. میرن عراق همینجور. بنابراین راستی آزمایی این 11 بند به این معناست که خب هم کمیه، هم ملموسه، هم قابل رؤیته. میان راستی آزمایی میکنن و اعلام میکنن که ایران به تعهدات خودش عمل کرده. وقتی که راستی آزمایی صورت گرفت، راستی آزمایی به دو نهاد ارجاع میشه، ارسال میشه، یکی به شورای حکام، یکی هم شورای امنیت سازمان ملل متحد، که البته وقتی آژانس با نگاه مثبت این گزارشات رو میده، اونها هم میپذیرن راستی آزمایی آژانس رو. نکته دوم هم دسترسی آژانس به مجموعه گسترده‌تری از اطلاعات، که اینم یه فرمول خیلی مشخصی داره، یعنی چیز مبهمی نیست. بعد از این گزارش این دو بند به شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام ارسال شد با نگاه مثبت که ایران تعهداتش انجام داده، تحریم‌ها، لغو تحریم‌ها، تعلیق تحریم‌ها و توقف تحریم‌ها آغاز میشه. چون بعضی از تحریم‌ها لغو میشه، بعضیاش تعلیق میشه، بعضیاش هم متوقف میشه. آره، چون ما وقتمون خیلی کم هست، فقط سوالی که میمونه این که اگر این روال داره انجام میشه، یعنی در هم آژانس داره کارش انجام میده، هم ایران که داره راستی آزمایی میکنه، کمیسیون برجام در واقع اینجا وظیفش چی هست و به چی میخواد برسه؟ سوال قبلی که پرسید، حالا آژانس تا آخر سال میلادی ماموریتش تمام میشه؟ ماموریتش تمام نمیشه، ماموریت آژانس ادامه دار خواهد بود. نظارت‌هاش داره، چون نظارت‌ها وجود داره. ما یه سری توافقات 8 ساله داریم، 10 ساله داریم، 15 ساله داریم، 25 ساله داریم. نظارت‌ها در این حال که ما عضو آژانسیم، بالاخره ما تا آخر تا وقتی که فعالیت هسته‌ای می‌کنیم عضو آژانسیم. اعتماد مبادلات اعتمادی اطلاعات داریم، بازرسی می‌کنن مطابق MPT، مطابق پروتکلی که داوطلبانه پذیرفتیم تا 8 سال اجرا بکنیم. بعد 8 سال هم اگر مجلس تصویب بکنه که به طور مداوم دیگه باید اون پروتکل الحاقی هم اجرا بشه. کمیسیون برجام هم هدفش اینه که برجام رو کاملا بررسی بکنه، داده ها رو ارزیابی بکنه، ستاده ها رو ارزیابی بکنه، تو کفه ترازو بذاره، بگه حالا با این داده ها و با این ستاده ها ما در چه وضعیتی هستیم. چون میدونید که خب بعضیا فقط به داده ها میپردازن، ستاده ها رو توجه نمی کنن، بعضیا فقط به ستاده ها میپردازن، به داده ها توجه نمی کنن. همین امرم باعث میشه خدای نکرده جامعه دو قطبی بشه، که مقام اعظم رهبری فرمودن نکنه جامعه رو شما به سوی دو قطبی شدن پیش ببرید. هم داده ها رو ببینیم، هم ستاده ها رو ببینیم. خب بعد از اینکه ارزیابی کرد داده ها و ستاده ها رو، میاد قضاوت میکنه. بر اساس اون قضاوت یه پیشنهاداتی رو به صحنه علنی مجلس ارائه میکنه، که اون با صحنه علنی مجلسه که مطابق اون پیشنهادات نظر خودش رو نسبت به موضوع اعلام. پس تغییری قرار نیست در متن برجام داده بشه، فقط پیشنهاد داده میشه. بعد در متن برجام که مثلا ما تغییری نمیتونیم بدیم،
قرارداد سایر توافقات بین المللی هم همین جوره، یعنی رئیس جمهور همه توافقات بین المللی رو به صورت یه لایحه میفرسته مجلس، مجلس اون ماده واحده رو تصویب میکنه، ورود به توافق پیدا نمیکنه، یا میپذیره یا رد میکنه. پس برجام هم به همین شکل است، صفر و یکی خواهد بود دیگه، یا میپذیره مجلس یا رد. نه الزامن نیست که ما برجام رو یا بپذیریم یا نپذیریم، راه سومی هم وجود داره. ما در پیشنهاداتمون راه سوم رو ارائه خواهیم کرد. خب ما می توانیم با استفاده از ظرفیت‌های برجام، تجربه همکاری با آژانس و نگاهی که 5+1 به ما داره، چون آمریکایی‌ها انصافاً قلدر معابند، زورگو هستند، سعی می‌کنند از همین برجام برای نفوذ استفاده کنند، هم نفوذ داخل کشور ما، هم نفوذ در منطقه. ما این راه‌های نفوذ رو باید ببندیم. پس مجلس می‌تونه چارچوب‌هایی بگذاره که در این حال که برجام اجرا میشه، راه‌های نفوذ، راه‌های سوء استفاده، راه‌های عدم تعهد، راه‌های فرار از تعهد هم محکم بسته بشه، تا مردم ما اطمینان پیدا کنن که بالاخره مجلس قوه نظارتی خودش رو داره. سپاسگزارم.